بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مع السلامة نهايات عزيز وقرامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم در هر جایی که هستید در آرامش و امنیت کامل و در صحت مندی و سر ببرید و از گزند روزگار و آفات و بلاهای گوناگون در امان و در حفظ الله متعال باشید. باز هم در جلسه دیگری قرار داریم از جلسات مضمون اصول فقه، و در درس گذشته نکات مهم درباره امر بعد از نهی ما خوانده بودیم که آیا امری که بعد از نهی وارد میشه دلالت او بر چیست؟ دلالت بر وجوب میکند، دلالت بر استحباب میکند، یا دلالت بر اباحت میکند؟ در درس گذشته ما خواندیم که اختلاف در این باره موجوده در بین بعضی از علما و فقها. بعضی میگویند که دلالت بر اباحت میکند به طور قطعی، یعنی امری که بعد از نهی بیایند دلالت بر اباحت میکند و دلالت بر وجوب به طور قطعا نمی کند. بعضی گفتند که امری که بعد از نهی می آید دلالت بر وجوب می کند، چی بر آن نهی سبقت کرده باشه و چی نکرده باشه، سبقت نکرده باشه. بنان امر مجرد از قرینه دلالت بر وجوب می کند، مگر اینکه قرینه ای وارد باشه. اگر قرینه وارد شد باز مشکل حل میشه و با همون حکمی برمیگردد که قرینه با آن دلالت میکند. این دو قول، و قول سوم که قول مختار و قول راجح هم همین بود، گفتیم که تعدادی از علما از جمله تعدادی از علمای حنابله از جمله کمال ابن الحمام حنفی به این قول هستند که امر بعد از نهی همان حذر را برمی دارد، یرفع الحذر، یعنی بعد از این که منع شده بود، اول که منع شده بود حالا امر به انجام از او شده، فقط همان مانعیت و منع را برمی دارد، نه غیر از آن. یعنی قبل از نهی اگر هر حکمی بوده باشه بر همین مسئله، پس به همان حکم خود برمی گردد. اگر قبل از نهی مباح بوده مسئله، حالا که امر بعد از نهی آمده پس به همون اباحت برمیگرده. اگر مستحب بوده پس به مستحب برمیگرده، و اگر واجب بوده پس به وجوب خود برمیگرده. و برای هر کدام اینها مثال هایی از قرآن کریم آورده شد که قول راجح و قول درستر و دقیقتر و نزدیکتر به قبولیت هم همین قول بیان شد. حالا عنوانی که امروز داریم اینه که دلالت امر آیا بر تکرار میکند، بر تکرار دلالت میکند یا نه. به عنوان مثال اگر نفری امر میکنه که مثلا قم، برخیز، آیا برخواستن یک بار دلالت میکند، همین امر بر برخواستن یک بار دلالت میکند، یا نه بیشتر از یک بار، چند بار؟ این انشاءالله امروز خواهیم خواند که در این باره علما چی گفتن و فقها چی گفتن. التکرار چی معنا؟ هو ان تفعل فعلا، این است که یک فعل را تو انجام بدهی، ثم تعود الیه، سپس دوباره عود بکنی، پس از سر انجام بدی. فهل یقتضی الامر ایجاد المأمور به علی وجه التکرار، پس آیا اقتضای امر ایجاد مأمور به بر وجه تکرار است؟ ای فعله المره بعد المره ام لا، یعنی یک فعل بعد یک مره بعد از مره دیگر انجام بدی ام لا، یا نه امر مقتضای یک بار انجام دادن را میکند. خب المختار من الاقوال فی هذا الصدد، قول مختاری که در این باره آمده، ان الامر لا يدل على التكرار، این است که امر دلالت بر تکرار نمیکنه. وقت امر نفر میکنه فقط همو یک بار انجام از او مراده و دلالت بر معنای یک بار انجام میکنه، نه بر تکرار از او.
لأن صيغة الأمر زير صيغة أمر لا تدل على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرر زير الصيغة أمر دانسته میشه که ام این صيغه امر دلالت نمی کند بر دلالت نمی کند مگر بر مطلق طلب فعل غیر از این که اشعار داشته باشد یا توجهی داشته باشد به یک بار انجام دادن یا تکرار انجام دادن فقط از صيغه امر دلالت از او دانسته میشه که انجام از او طلب شده یعنی طلب فعل از او شده حالا بر وجه تکرار یا بر یک بار تکرار شدن این موضوعیه که بعدا معلوم میشه اگر همین را بار بار از ما خواسته بود خب بار بار انجام میدین اگر همو یک بار خواسته بود یک بار انجام میدین لکن صیغه امر به طور مطلق دلالت بر طلب فعل به طور خاص میکنه اذ هی موضوعت لهذا المعنى زیرا صیغه امر وضع شده برای همین معنا یعنی طلب فعل فتکرار المعمور بهی پس تکرار کردن آنچه به او امر شده او عیقائه مره واحده یا واقع شدن از او به یک بار خارج عن ماهیت صیغه الامر خارج از ماهیت و ذات و حقیقت صیغه امر است ولا دلالت فیها علی واحد منها حسب الوضع و هیچ دلالتی ندارد در آن بر یکی از آنها حسب الوضع به حسب وضع یعنی وقتی که صیغه امر وضع شده اصلا درباره یک بار انجام و چند بار انجام دادن از او وضع نشده فقط طلب فعل از او مراد میشه ولیکن اینقدر سخنه لما کان تحصیل المأمور بهی لا یمکنو بی اقل من مرت واحده خب به خاطر این که وقتی امر به یک چیزی میشه حاصل کردن همون مأمور بهی امکان ندارد کمتر از یک بار خب یک بار که 100% باید انجام بشه تا ای که همون طلب فعل مرادیو انجام بشه صارت المره الواحده ضروریا همون یک بار ضروری میگردید للاتیان بالمأمور بهی به خاطر که همون مأمور بهی انجام بشه و آماده بشه لا ان الصيغه بذاتها تدل عليها نه این که خود صیغه در ذات خود دلالت بر یک بار یا چند بار بکند و علی هذا بر اساس این فالامر المطلق يدل على مجرد طلب ايقاء الفعل المأمور به امری که مجرد باشد از یک بار یا چند بار انجام دادن فقط صیغه امر طلب ایقاء فعل مأمور به را می کند به طور مطلق نه یک بار و چند بار از او مراد بشه فقط باید انجام بشه همو کار خب حالا به خاطر اینکه کمتر از یک بار انجام نمیشه و مراد حاصل نمیشه خب همان یک بار ضروریه انجام بشه و یکفی للامتثال ایقائه مره واحده و کفایت میکند به خاطر انجام ایقاع از او و واقع شدن از او و به خاطر فرمان برداری از آن همان امر برای انجام آن فعل یک بار کفایت می کند الا اذا اقترن به ما يدل على اراده التكرار مگر اینکه قرینه حاصل بشود با آن قرینه بیاید که دلالت بکند بر اراده تکرار آن امر که ان یعلق الامر مثل این که امر را معلق کند علا شرط بر یک شرطی او علا صفت یا بر یک صفتی بگوید هر وقت این شرط آمد خب مشروط هم می آید شما باید این کار را انجام بدین یا بر یک صفتی زمانی که این صفت آمد باید این کار انجام بشه اعتبره هم الشارع همان شرط یا صفت را معتبر دانسته از شارع اعتبار داده از سببا للمأمور بهی که سبب برای همان مأمور بهی باشد مثل تعلیق امر به وضو علی ارادت صلات مانند این که امر ما معلق میکنیم به وضو بر اراده نماز یعنی الله متعال وقتی گفته یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا قمتم الی الصلات زمانی که
اراده کردید نماز بخوانید یا زمانی که برخواستید به سوی نماز رفتید که نماز بخوانید، فاغسلوا وجوهکم، روهای خود را بشویید، و ایدیکم، دستان خود را، الی المرافق، تا به آرنج ها. حالا ما یک بار وضو بگیریم کفایت میکنه یا نه بار بار وضو بگیریم کفایت میکنه؟ خب در این آیه تکرار وضو مستند الی تکرار سببه، مستند بر تکرار سبب وضو گرفتنه، و هی اراده الصلاه، سبب وضو چیه؟ اراده نماز. وقتی ما میخواییم نماز بخونیم وضو میگیریم، لا الی الامر، نه به سوی خود مطلق امر چی بشه استناد کرده بشه. ما سبب رو میبینیم، هر وقت سبب موجود شد مسبب هم موجود میشه. یعنی هر وقت اراده نماز بکنیم وضو هم باید بگیریم. همچنین و مثل قوله تعالی، الله متعال وقتی که میگه از زانیت و زانی، زن زناکار و مرد زناکار، فجلدوا كل واحد، بزنید، جلد کنید، شلاق بزنید هر کدام اینها را، منهما 100 جلده، 100 شلاق. بنان فالامر بایقاء الجلد، وقتی که امر به واقع کردن جلد آمد که باید شلاق زده بشه علی الزانی، بر زناکار، یستند الی تحقق علته، خب ای استناد به تحقق علت زو میشه. یعنی هر وقت علت و هی از زنا که زنا باشه، هر وقت علت زنا پیدا شد ما صد چلاق میزنیم. در غیر از او دیگه تکرار و عدم تکرار ما اینجا مفهوم اصلا از خارج از ماهیت و خارج از ذات و حقیقت صیغه امره. صیغه امر بر یک صفتی بنا شده یا بر علتی بنا شده که اگر ای علت آمد شما شلاق بزنید، اگر نیامد نزنید. فکل ما تکرر زنا تکرر الجلد، هر هنگامی که زنا تکرار بشه خب جلد هم تکرار میشه. فتکرار هنا، پس تکرار کردن جلد اینجا، مبنی علی تکرر علت الجلد، مبنی بر تکرار علت جلد است. چرا ما شلاق میزنیم؟ به خاطر که علت از او بار بار تکرار شده. لا الى الامر بالجلد، نه این که امر به مستند به سوی امر به جلد شده باشد. خب امر که یک باره، اما علت اگر دوباره آمد باز هم باید عمل به همان امر مامور بهی بشه. خب و اذا هذا القول المختار قیلت اقوال اخرى، در مقابل این قول مختار که قول مختار هم همین است، اقوال دیگری نیست گفته شده. قیلت اقوال اخرى، اقوال دیگری نیست گفته شده است. منها، از آن جمله، بعضی ها گفتن ان الامر یقتضی التکرار المستوعب لمدت العمر مع الامکان، امر مقتضای و یا اقتضای تکرار را می کند، المستوعب، که تکراری که در بر بگیرد مدت عمر را همراه امکان. یعنی اگر امکان داره شما باید به تمام مدت عمر و کار را بار بار انجام بدین، الا اذا قام دلیل یمنع من ذلك، مگر اینکه دلیلی قائم بشود که این انسان را از این کار منع بکند. یعنی این علما میگن که اصل امر بر تکرار اقتضاش میباشه، یعنی اقتضای صیغه امر بر تکراره که باید انجام بدین، مگر اینکه دلیلی بیاید که نه این نمیخوای بار بار در طول عمر انجام بدین، فقط یک بار انجام بدیم کفایت میکنه. و هذا قول بعضی اصحاب شافعی، این قول بعضی از اصحاب شافعی و اکثر حنابله میباشه. خب ودعوا، و اینها ادعا کردن، ان هذا هو المفهوم لغتا من صيغه الامر، این که مفهوم لغت از صيغه امر همین دانسته می شود که باید بار بار و با تکرار انجام بشه. خب دلیل اینا چیه؟ به دلیل ما ور روی عن ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، به دلیل این که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ایها الناس، ای مردمان، ان الله كتب علیکم الحج، الله متعال بر شما فرض کرده و نوشته حج را، فقام رجل من المسلمین، یک مردی از مسلمان ها بلند شد و قال، فرمود افی کل عام یا رسول الله، آیا حج کردن در هر سال
بر ما فرض شده یا رسول الله یا نه؟ فقال علیه السلام، پیامبر علیه السلام فرمودن لو قلتها لوجبت، اگر می گفتم که بله واجب می شد بر شما، ولو وجبت و اگر واجب می شد لم تعملوا بها و لم تستطیعوا، شما عمل هم نمی کردید و توانایی عمل آن را هم نداشتید، یعنی خیلی سخت می شد دیگه بر شما که همه ساله فرض باشه که شما حج بکنید. ان الحج مرتن ان الحج مرتن و ما زاد فتطوع، حج یک بار فقط و آنچه که زیادت میشه از یک بار او تطوع نفل زیادتی ثواب داره، اما فرض یک باره. خب اینها چی میگن؟ حالا میگن که و وجه الدلالت به هذا الخبر، وجه دلالت به این خبر این است ان السائل کان عارفا باللغه العربیه، کسی که سوال کرده خب عارف و شناخت کاملی از زبان عربی داشته، چون خود از او عرب زبان بوده که این سوال را کرده. فلو لم یکن الامر مقتضیا للتکرار لغتن، اگر امر اقتضای تکرار را از روی لغت نمی کرد لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال، این سوال را آن مرد نمی کرد. ولخطأه الرسول صلی الله علیه وسلم، پیامبر علیه السلام هم آن را می گفت که تو خطا کردی، پیامبرم نگفت که تو خطا کردی، و او نفرم که عارف به زبان عربی بود خب فکر کرد که این کلمه معنا خواهش تکرار میکنه، بنان اگر صیغه امر خواهش تکرار نمی کرد خب این نفر که عارف به زبان عربی بود نمی گفت که یا رسول الله آیا هر سال یا نه، خب چون امر خواهش تکرار نمیکنه چرا این سوال کرده که آیا همه ساله انجام بدیم یا نه؟ بنان چون سوال کرده که آیا همه ساله انجام بدیم یا نه، معلوم میشه که صیغه امر خواهش تکرار میکنه، مگر اینکه قرینه بیه. خب قرینه هم این بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که نه، حج یک بار فقط فرضه و آنچه که زیاده از یک بار بشه تطوع برای شما. اما از حقیقت اگر نگذریم، صاحب کتاب هم امیر میگه که استدلال خیلی ضعیفه، حتی میشه بر علیه ای کسا استعمال بشه همی استدلال. صاحب کتاب چی میگه؟ میگه والحق ان هذا الاستدلال ضعيف، حق این است که این استدلال ضعیف است. ولا ينهض حجة لما ذهبوا اليه، کسانی که بر این نظر رفتن و بر این قول رفتن هیچ حجت از اونور بالا نمیبره، حجت از اونور زیاد نمیکنه و حجت خیلی کلانی ندارن. از یمکن ان یقول، بخاطر این است که امکان دارد که گفته شود ان هذا الخبر يدل على عكس ما ذهبوا اليه، این خبر همین حدیث دلالت میکند بر عکس آنچه که اینها رفتن به سوی آن، یعنی بر عکس ادعای از اونها این دلالت میکند. چه قسم؟ لانه لو كان الامر يدل على التكرار، زیرا اگر امر صیغه امر دلالت بر تکرار بکنه از روی لغت، فلم سأل هذا السؤال، چرا پس این نفری سوال رو بکنه که آیا هر سال انجام بدیم یا رسول الله یا نه؟ خب وقت خواهش تکرار امر بکنه چرا سوال میکنه که آیا انجام بدیم همه ساله یا نه، یک بار کفایت میکنه. پس معلوم میشه که امر خواهش تکرار نمیکنه، صیغه امر مجرد خواهش تکرار نمیکنه. الا یدل سواله على ان المفهوم لغه من الامر، آیا دلالت نمیکند سوالش این که مفهوم امر در لغت من الامر هو مجرد طلب الفعل، هو مجرد طلب فعل است، لا تکراری، نه تکرار کردن است. فاراده، پس اراده کرده این نفر ان یتاکد، این که خوب قوی شود از روی فهم، تأکید حاصل بشه بر او، یعنی خیلی مؤکد بشه و یقین پیدا بکنه من بقای هذا المفهوم بالنسبه للحج، از بقای این مفهوم نسبت به حج، او الحاقه بالعبادات المتكرره كالصلاه والزکات، یا الحاق کردن از او به عبادات که تکرار میشه همه روزه مانند یا همه ساله مانند نماز و زکات. خب این نفر حالا اول میفهمیده که صیغه امر
دلالت بر طلب مجرد طلب فعل میکنه نه تکرار از او. بنان میخواسته که بفهمه آیا ای هم مثل نماز و روزه تکرار باید با همه روزه یا همه ساله انجام بدیم یا نه یا رسول الله ای فقط یک ساله دیگر نیازی نیه که تکرار انجام بدین یک سال فرضه. همیر میخواسته بفهمه یوضحه واضح میگرداند آن را ان بعض العبادات که الصلات و الصیام مانند نماز و روزه و زکات و زکات تکرر به تکرر الاوقات چون اوقات از اوهی تکرار میشه خب اینها هم تکرار میشن نماز هم تکرار میشه روزه هم تکرار میشه همه ساله و زکات هم تکرار میشه چون اوقات اینا تکرار میشه و الحج متعلق به زمان و المکان و حج هم متعلق به زمان است که همه ساله می باشه و هم متعلق به مکان است که به یک جای مخصوص باید در مکان مخصوص باشه مکه مکرمه باشه فکان له شبه بالعبادات المتکرره پس برای از او شباهتی در عبادات متکرره موجوده مانند نماز و روزه و زکات فستشکل علیه پس بر این مشکل شده برای این نفر این امر مشکل شده که حالا ما یک بار این فقط انجام بدیم یا نه مثل روزه و زکات که هر ساله میایه و ما انجام میدیم و همه ساله باید انجام بدیم ای الحق بها به اعتبار تعلقه به زمان آیا ملحق می شود به آن به اعتبار تعلقش به زمان او لا یلحق بها به اعتبار تعلقه بالمکان یا ای که ملحق نمی شود به آن به اعتبار اینکه تعلقش فقط به مکان است چون اگر تعلقی به مکان باشه معلوم میشه که یک بار خواهش میکنه صیغه امر و اگر اعتبار از او تعلق به زمان باشه که یعنی همه ساله چون میایه خب باید همه ساله انجام داده باشه تکرار خواهش تکرار میکنه و لهذا سأل الرسول صلی الله علیه و سلم دفعا لهذا الاشکال به همی خاطر این نفر سوال کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر همی اشکال دفع بشه و رفع بشه بنابراین آنچه که ما در درس امروز خواندیم اینه که اصل صیغه امر به خاطر ای وارد شده که طلب فعل فقط از ما بکنه نه دلالت بر تکرار امر میکنه و نه دلالت بر یک بار انجام دادن از او میکنه خود مجرد صیغه امر چون اصلا اینها خارج از مفهوم و ماهیت و ذات صیغه امر می باشه اما به خاطر از این که چون طلب فعل کمتر از یک بار امکان نداره به همین خاطر یک بار انجام دادن از او ضرور ضرور ضروره پس یک بار صیغه امر باید انجام طلب فعل از او انجام بپذیره بنان خواهش تکرار به هیچ عنوان نمی کنه مگر ای که به علتی یا به سببی یا به وصفی یا به شرطی متعلق بشه اگر شرطی آمد خب مثل اراده نماز وقتی که الله متعال می فرمایه شما وضو بگیرید خب وضو متعلق شده به شرطی که زمان اراده نماز کردید اگر هر وقت من اراده نماز بکنم وضو هم پس بر من واجبه که انجام بدم اگر همون شرط نیایه نیازی هم نیه که من وضو بگیرم یا متعلق به یک صفتی میگیره یا علتی مثل زنا گفتیم هر وقت زنا موجب از او اگر زنا انجام شد فعل زنا خب جلد هم تکرار میشه و اگر نشد جلد نیازی نیه که تکرار بشه بنان ای بر میگرده به همون علت یا سببی که بعد از به صیغه امر متعلق میشه در همین جا درس امروز ما شما به پایان رسید تا به درس دیگر همگی شما رو به الله متعال میسپارم انشاءالله که در امان الهی باشید و ایام و زمان به کام همه شما باد سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک